نگاهی هم میکنیم در اینجا به مطبوعات انگلیسی زبان نقش آمریکا در تنش میان عربستان و ایران موضع رهبر و رئیس جمهوری ایران درباره توسعه اقتصادی و چالش میان دولت باراک اوباما و مقامات ایالتی بر سر لغو تحریم‌های ایران موضوع سه روزنامه روزنامه‌های فاینانشال تایمز، گاردین و بلومبرگ است. Financial تایمز در مقاله‌ای نوشته دیوید گاردنر با عنوان دوستی های سعودی ها نشانگر افول نفوذ آمریکاست. است می نویسد گرم شدن روابط عربستان متحد نزدیک آمریکا طی 70 سال گذشته با روسیه نشانگر کاهش نفوذ منطقه ای آمریکا در خاورمیانه است Financial تایمز با اشاره به اختلاف جدی بر سر آینده بشار اسد به عنوان مانعی در مذاکرات سرح سوریه تحت رهبری آمریکا و روسیه به نقل از یک مقام عرب می زمانی که ما محمد بن سلطان جانشین ولیعهد و وزیر دفاع سی ساله عربستان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در ماه اکتبر در سوچی ملاقات کرد به او گفت برای ما اسد اهمیتی ندارد برای ما ایران مهم است دیوید گاردنر میگوید برخی منابع عرب میگویند رهبر روسیه سیاست جدیدش در سوریه را حتی پیش از آنکه با اسد در میان بگذارد به اطلاع شاهزاده بن سلطان رساند فاینانشال تایمز می نویسد سعودی ها به دنبال توافق هسته ای آمریکا با ایران و مداخله نظامی روسیه در سوریه به نظر می رسد با اعتقاد به اینکه روسیه می تواند بر رفتار ایران اثر بگذارد با مسکو شروع به همکاری کردند. روزنامه گاردین در مقاله به قلم گرت سمیت با عنوان رمزگشایی از توصیه رهبر ایران به اقتصاد مقاومتی می نویسد خامنه ای و روحانی در مورد اقتصاد و سرمایه گذاری خارجی و لزوم رسیدن به نرخ رشد دست کم پنج درصدی بیش از اختلافاتشان نقاط اشتراک دارند. نویسنده با از آن به تفاوت لحن خامنه ای با روحانی در هفته های اخیر میگوید گوید خامنه ای همین روی کرد را پس از توافق هسته ای هم پیش گرفت چون باید پایگاه های اجتماعی متفاوتی از جمله سپاه را راضی نگه دارد. گاردین تاکید می کند اگر وضع اقتصاد بهبود پیدا نکند شاهد بازگشت محمود احمدی نژاد با اتکاب رأی طبقات فروده است در انتخابات ریاست جمهوری سال بعد خواهیم بود. بلومبرگ در مقاله‌ای با عنوان دولت اوباما از ایالت‌ها می‌خواهد در قوانین مربوط به ایران بازنگری کنند، به نامه استیون مال هماهنگ کننده ارشد اجرای توافق هسته ایران در وزارت خارجه آمریکا به 50 فرماندار و مقامات محلی در آمریکا پرداخته است. بلومبرگ می نویسد هدف از این مکاتبات بازنگری در قوانینی نیست که برای خارج کردن سرمایه های ایالتی مانند سرمایه صندوق های بازنشستگی از تجارت های مرتبط با اقتصاد ایران یا ممانعت از عقد قرارداد بین شرکت های آمریکایی با ایران وضع شده بود. بعضی از ایالت ها معتقدند این محدودیت ها نباید برداشته شود زیرا تحریم ها فقط محدود به برنامه هسته ایران نبوده و نقض حقوق بشر توسعه برنامه موشک های بالیستیک و حمایت از تروریسم را نیز در بر می گرفته است بلومبرگ به نقل از بعضی قانونگذاران در کنگره نوشته است جمهوری اسلامی ایران تا متوقف کردن این اقدامات یک پنی هم از لغو مضاعف تحریم ها نصیبش نخواهد شد